به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به آخرین جزئیات از 3 زلزله مهیب در تاجیکستان. آواسکا نیوز گزارش می‌دهد زمین لرزه به بزرگی 7.2 ریشتر صبح دیروز در تاجیکستان و بخش‌های مرزی چین با این کشور رخ داد که دو پس لرزه دیگر نیز به همراه داشت. تلویزیون مرکزی چین CCTV گزارش داد که این زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین بامداد پنجشنبه در نزدیکترین نقطه مرزی چین رخ داده است. در این حال کارشناسان تاجیکستانی میگویند که کوه بزرگ در منطقه یاریز، جایی که زلزله رخ داد، موقعیت دارد که اگر لغزش کند مناطق وسیع در کشورهای مجاور در خطر سیل زدگی قرار خواهند گرفت. این در حالی است که حدود 20 دقیقه پس از زلزله اول یک زمین لرزه 5 ریشتری دیگر در این کشور رخ داد. طبق گزارش مرکز این زمین لرزه در گرنوی بدخشان، منطقه نزدیک کوههای پامیر بوده است. گفتنی است که در نتیجه یک زمین لرزه در سال 1911 یک پارچه در منطقه ساریز به وجود آمد که احاطه از کوههای پامیر می باشد. به گفته کارشناسان در میان کوههای پامیر یک سد وجود دارد که اگر فرو بریزد عواقب فاجعه بار خواهد داشت. به نقل از افغانستان انترنشنال، زلزله دومی و سومی در تاجیکستان در نزدیکی کوه سرریز که یکی از کوههای خطرناک دنیا شناخته می شود و آن را به نام اژدهای نهفته هم یاد می کنند رخ داده است. این کوه در نزدیکی چین قرار دارد و در کنار کوههای همالیا جا گرفته است. حالا متخصصان نگران ریزش این کوه اند، چون در صورت ریزش صد این کوه جان حدود 5 میلیون نفر را به خطر می اندازد و حدود نصف آسیای مرکزی زیر آب خواهد شد. اما متخصصان تاجیکی می گویند که تاکنون هیچ نوع تغییراتی در کوه وارد نشده است. قابل یادآوری است که این کوه در اثر زلزله در سال 1911 به وجود آمده است و از همان سال تا حالا توجه متخصصان دنیا را به خود جلب کرده است که آن را تحت نظارت جدی دارند. بند سرریز تاجیکستان که در منطقه مرزی افغانستان و تاجیکستان موقعیت دارد، در سال 1911 میلادی در نتیجه لغزش یک کوه به گونه طبیعی ایجاد شد. اما گفته می شود که در حال حاضر حدود 6 میلیارد متر مکعب آب در آن گرد آمده است. احتمال فرو ریختن این بند بیشتر است. هرچند از بند سرریز تاجیکستان هیچ کشور استفاده اقتصادی نمی کند، اما مسئولان وزارت انرژی و آب می گویند که فرو ریختن این بند زندگی 5 میلیون فرد را در کشورهای گوناگون که در کنار دریای آمو موقعیت دارد تهدید می کند. گفته می شود که تخلیه آب این بند یگانه راه حل مشکل است، اما اکنون این کار از توان کشورها بیرون است. و در پایان هم یک خبر کوتاه ببینید. گروه طالبان در هلمند بشیر احمد شاکر، معاون والی پیشین این ولایت و 18 تن دیگر از کارمندان حکومت پیشین را بازداشت کردند. منابع پنجشنبه و روزنامه 8 صبح می گویند که این افراد طی چند روز گذشته از شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند بازداشت شدند. منبع می گوید که 15 تن از افراد بازداشت شده مربوط به قوم اچکزای در هلمند هستند. اختر محمد بادیزه، بزرگ قوم اچکزای و مشاورین پیشین، می گوید که در میان افراد بازداشت شده 4 نظامی پیشین نیز شامل هستند و اکنون زیر شکنجه طالبان قرار دارند. طالبان تا کنون در مورد بازداشت این افراد چیزی نگفتند. 8 صبح گفت که طالبان به شمول معاون والی 19 تن از کارمندان حکومت پیشین در هلمند را بازداشت کردند. تشکر از توجهتون. تا درود دیگر، بدرود.